آیا انقلاب ایران که حالا 42 سال از عمر آن می‌گذرد، اونطور که طرفداران آن می‌گویند، از اساس یک انقلاب اسلامی بود با هدف و برنامه برای برقراری جمهوری اسلامی؟ یا اونطور که مخالفان آن می‌گویند، انقلابی بود برای رهایی از استبداد و بنای یک نظام دموکراتیک، ولی به دست روحانیون به رهبری آیت الله خمینی ربوده شد؟ آیا نظام جمهوری اسلامی که آقای خمینی وعده برقراری آن را میداد برای پیروان او حتی در بین روحانیون انقلابی روشن بود که چه نوع حکومتی است؟ حجت الاسلام حسن فرشتیان مهمان من در این برنامه در زمان انقلاب طلبه جوانی بود که انقلابی شد و به خدمت انقلاب درآمد. او حالا وکیل دادگستری و نااندیش و پژوهشگر دینی و مقیم پاریس است و از مخالفان حکومتگران در ایران. آیا برای او در سال 1357 ماهیت نظام جمهوری اسلامی که آقای خمینی وعده میداد روشن بود؟ حجت الاسلام حسن فرشتیان، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنونم. متشکرم. جناب فرشتیان، شما در سال قبل از انقلاب چند سال بود که طلبه بودید؟ در واقع شما بعد از کلاس پنج ابتدایی به حوزه رفتید. از کی و چطور تبدیل به یک طلبه انقلابی شدید؟ من شاید از فکر کنم اولین باری که در رژیم گذشته تظاهرات کردم طلبه نوجوانی بودم. در سال 1354 بود که ما در مشهد شنیدیم در قم فیضیه استکاکی پیش اومده، طلبه ها رو زدن. به یادم اولین بار دوستان طلبه جوان ما رو تشویق کردن، رفتیم در حرم امام رضا تظاهراتی کردیم. چون من سنم خیلی کم بود، به من اونجا گفتن تو وسط جمعیت وسط اون طلاب برو و شعار بده برای سلامتی نایب الامام روح الله موسوی خمینی صلوات. در اون حد اون اولین گام من، اولین تظاهرات من در سال 1154 بود. حالا شما در دوران انقلاب، یعنی زمانی که اعتراضات عمومی شروع شد از سال 56 به این طرف، اون موقع وقتی که صحبت از انقلاب اسلامی می شد در بین طلبه ها، چون هنوز در جامعه صحبتی از انقلاب اسلامی نبود، برای شما روشن بود که انقلاب اسلامی یعنی چه؟ حقیقتش رو بخواید در بین طلبه ها هم این واژه اسلامی چندان مطرح نبود. انقلاب بود و اون شیوهی که ما در حقیقت وارد این انقلاب شدیم، اون ضدیت ما با ظلم و ستم و واژه های از قبیل نظام طاغوتی و از ظلم و ستم بود که ما رو به انقلاب کشوند. اون زمان ما واژه حتی انقلاب اسلامی رو به کار نمی بردیم، یعنی ما در حقیقت حرکت ما ضد طاغوت و ضد رژیم طاغوتی بود در اون زمان. آها، یعنی در واقع براتون مشخص نبود که این رژیم که نمی خواهید جاش می خواهید چه بذارید؟ همینجوره، حرکت ما حرکت نفی بود، یعنی رژیم شاهنشاهی رو نفی می کردیم، ولی فکر می کردیم با اجرای احکام اسلام مشکلات حل میشه، ولی طرحی نداشتیم. یعنی حقیقت گفتمان اصلی ما ضدیت با ظلم و ستم و طاغوت بود در اون زمان، چیزی برای اثبات نداشت در اون زمان. آها. ولی خب اون زمانی بود که آقای خمینی که شما طرفدارش بودید مسئله جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، یعنی لااقل در کتابهاش، نوشته هاش و این مسائل. خب طبیعتاً اینا از مراحل گذشته بود، چون در یک زمانی آقای خمینی اعتقاد به اصطلاح سلطان به زیر نظارت فقیه داشت، یعنی به شاه اعتقاد داشت که شاه باید باشه، شاه شیعه باشه و فقیه به حال نظارت بکنه بر کارش. ولی تا اون زمان دیگه یواش یواش مسئله جمهوری اسلامی مطرح کرد. باز جمهوری اسلامی خیلی اخیر مطرح شد. در ابتدا آقای خمینی در صحبت از حکومت اسلامی میکرد، البته در زمانی که ایشون در ایران بود حتی صحبت از حکومت اسلامی هم نبود، صحبت از برخی اصلاحات در حکومت شاهنشاهی بود و ایشون پیشنهاداتی داشت، با یک سری کارهای اون رژیم مخالف بود و یک سری ادعاهایی داشت و پیشنهادهایی داشت که در حقیقت ایشون رو اپوزیسیون اون رژیم قرار میداد، ولی ایشون طرحی از حکومت اسلامی نداشت. بعدها در نجف ایشون یک سلسله دروسی داشت که این به صورت کتابی تدوین شد، اونجا اولین بار طرح حکومت اسلامی مطرح شد، اما این کتاب
به صورتی مقفول الان واقع شد، یعنی چندان مورد توجه قرار نگرفت. حتی در ایران که بود، حالا ما طلبه بودیم، این کتاب به صورتی کتاب ممنوعه بود، ولی اینجوری نبود که به عنوان یک کتاب تئوری و منیفست مطرح باشه. چنین چیزی ما نگاه نداشتیم و حتی بزرگترهای ما، یعنی فرض بفرمایید رهبران انقلابی ما در مشهد، عرض کنم آقای خامنه ای بودن، آصف دلی آقای خامنه ای و آقای شهید هاشمی نژاد و مرحوم واعظ طبسی، این ستا در سال 56 57 رهبران انقلابی بودند، سه روحانی اون شهر، حتی اینها هم تحریم نداشتن. یعنی من اجازه بدید خاطره شخصی نقل کنم که بفرمایید. روزی آیت الله خامنه ای، فکر میکنم سال 56 بود شاید، یا ایشون عازم تبعید بودن، اومدن در دفتر مدرسه پدر من، دبستان ملی رضوی مشهد، که آقازاده های ایشون آقا مجتبی و آقا مصطفی اونجا درس میخوندن، دانش آموز بودن. ایشون اومدن در دفتر مدرسه پدر من و گفتن من عازم تبعید هستم و آقا بچه ها رو نیست بریم دست شما، و یه توضیحاتی در زمینه درس بچه ها و اینها بود، و گفتن حالا جا 4 سال یا 5 سال مثلا تبعید میدم. پدر من یه حساب سرانگشتی کردن، حالا دقیقا یادم نیست، گفتم پس سال 59 یا سال 60 مثلا شما بر میگردید. ایشون پاسخی که دادن خیلی عجیب بود همون زمان برای من. این پاسخ ایشون این بود که ما گور ایشون رو کندیم، اشاره به عکس شاه، گور ایشون رو کندیم ولی موندیم چه کسی رو به جای ایشون بگذاریم. یعنی اون نکته اول این که اولا ایشون پیشبینی شاید زودتر از ماها و جلوتر از ما نسبت به سرنگونی حکومت شاه داشت، و نکته دوم که ایشون هم مثل ما غافل بود، یعنی چنین طرحی نبود. ایشون هم نگفت حالا بناس حکومت اسلامی ایجاد بشه، بناس جمهوری اسلامی ایجاد بشه. نگرانی ایشون این بود که چه کسی بعد از شاه این مملکت رو اداره کند و چگونه اداره کند. یعنی ایشون اشاره کرد به اونجا نمیرسه، به اون 5 سال تبعید ما به اونجا نمیرسه، زودتر از اونها ما برمیگردیم و گور ایشون رو کندیم، کلکش کنده شده، منتها نمیدونیم چه کسی رو به جاش بگذاریم. میخوام بگم طبیعی است که برای من طلبه نوجوان هم همچنان این مسئله اصلا مسئله مورد توجهی نبود و ما هیچ طرحی نداشتیم. پس از کی آقای فرشتیان مسئله انقلاب اسلامی مطرح شد؟ از کی اسم این حرکت مردم به نام انقلاب اسلامی خونده شد؟ فکر می‌کنم حدوداً در همون سال 57 بود، هنگامی که تظاهرات فراگیر شد. در ابتدای تظاهرات گاهی شعارهای غیر اسلامی داده می‌شد، که گاهی عکس‌های مثلا گروه‌های دیگری مثل فدایان و مجاهدین اینها مطرح می‌شد، یا ملی‌گرایان مثل مصدق. کم کم روحانیت چون در حقیقت رهبری این حرکت رو به گونه‌ای در سال 57 به عهده داشت، این واژه اسلامی رو مطرح کردند که در حقیقت انقلاب جهت خودش رو نشون بده، و رهبری انقلاب هم مثلا همین آقایونی که عرض کردم در مشهد، اینها تأکید داشتن و تکیه داشتن که رهبری این انقلاب با آیت الله خمینی هست، و تلاش میکردن که مسیر این انقلاب به سمت انقلاب اسلامی بره. ولی بعدها شاید یا اواخر 57 بود یا بعدن بحث جمهوری اسلامی مطرح شد. حتی اون زمان در ابتدای سال 57 بحث جمهوری اسلامی هم مطرح نبود، شعار بود استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. اما حکومت اسلامی چیست کسی نمیدانست. این شعار تبدیل شد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بعد از مدتی. بنابراین حرف اون عده که میگن انقلاب از اصل یک انقلاب اسلامی نبود و انقلابی بود برای به اصطلاح پایان دادن به استبداد و برای دموکراسی و آزادی بود، منتها این انقلاب به وسیله روحانیون به رهبری آقای خمینی دزدیده شد، میتونه تا حدودی این حرف درست باشه با صحبتهایی که شما میکنید؟ من با اون واژه دزدیده شد چندان همدل نیستم، به این دلیلی که روحانیت عملا رهبری انقلاب رو به عهده گرفت. بله، در ابتدا انقلاب ضد استبداد بود، حتی روحانیونی که در این انقلاب شرکت کردند اینها بیشتر اون نگاهشون ضد استبدادی بود، از قبیل همین آیت الله خامنه ای. شما نگاه کنید ایشون سخنرانی هاش، نوشته هاش، همه جنبه ضد استبدادی بودن داره. یادم اون زمان ایشون کتابی نوشته بودن به نام از ژرفای نماز، اگه اشتباه نکنم، که در حقیقت حتی عبادت نماز ما رو به گونه تفسیر انقلابی میکردن، یعنی تمام گفتمان انقلابیگری بود. و
حالا این انقلاب نه اینکه در اون زمان دزدیده بشه، بلکه به صورت طبیعی و اتوماتیکوار روحانیت رهبری انقلاب رو گرفت. اما چیزی که بعدن شد اون انحصارگرایی بود که بعد از پیروزی انقلاب پیش اومد و از همون اواخر انقلاب در سال 57 دیگران رو پس زدن. ولی به یک صورت کاملا میشه گفت طبیعی، اینها چون اکثریت بودن و مردم به گروه های دیگه شاید اعتماد نداشتن، مردم هم در این زمینه همکاری کردن. یعنی اینجور نبود که روحانیت بیاد و از دست مردم این انقلاب رو بگیره، بلکه مردم خودشون هم همراه با روحانیت، همدل با روحانیت پیش آمدن. و البته بعدها نه فقط توده مردم، بلکه بسیاری از سازمان های سیاسی چه چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی همه به اصطلاح حمایت کردن از این انقلاب به رهبری روحانیت و آقای خمینی. بله، یعنی اون کاری که روحانیت انجام داد در حقیقت اون انحصار بخشی از روحانیت که در حاکم بودن، منظور من از روحانیت، روحانیت حاکم هست، اونها انحصارگری کردن، دیگران رو پس زدن. این مشکل انقلاب بود. و مشکل دوم هم این بود که همزمان که اونها رو پس زدن، یعنی مسیر انقلاب رو به سمت اون اهدافی که داشتن، یعنی حالا به صورت اسلامی کردن و حکومت و غیره، به اون سمت سوق دادن. در این زمینه بله، یعنی اینجا دیگه وقتی قدرت به دستشون اومد و زور داشتن، بخش دوم کار رو با زور انجام دادن، اما بخش اول کار به نظر من به صورت طبیعی انجام شد. ولی آیا شناخت درستی از آزادی و دموکراسی که به هر حال شعار اولیه اعتراضات مردم بود علیه شاه، براشون مشخص بود؟ یعنی میدونستن دقیقا دموکراسی که یا آزادی که ازش صحبت میکنن به چه برمیگرده، این قراره که چه اتفاقی بیفته که نظام دموکراتیک حاکم بشه؟ حقیقت چه بخواید من از خودم بگم، من اون زمان نگاهی به دموکراسی نداشتم و واژه دموکراسی هم برای من چندان روشن نبود. یعنی اصلا دغدغه ما، دغدغه اولیه ما، آزادی و دموکراسی نبود در انقلاب 57. و حتی حالا من به صورت به عنوان طلبه نوجوان قبل از 57 هم که فعالیت انقلابی داشتم، دغدغه من اون دموکراسی نبود. دغدغه من ظلم و ستمی بود که توسط حکومت گذشته انجام میشد. شاید من در اون زمان بیشتر به سمت عدالت بودم، یعنی اون دغدغه اصلی من عدالت بود، اجرای عدالت بود، ولی شاید غافل بودم که اجرای عدالت بدون آزادی ممکن نیست. آقای فرشتان، اگر برای شما که یک طلبه انقلابی بودید و درگیر بودید، مسئله آزادی و دموکراسی خیلی روشن نبوده، به طریق اولا برای اکثریت مردم هم روشن نبود که به هر حال حالا که شاه نمیخوان اون چی میخوان به جاش بذارن که معنی دموکراسی و آزادی و غیر رو بده؟ بنابراین اگر که وضع اینطور بوده، مردم براشون روشن نبوده، انقلابیون براشون روشن نبوده، پس این سوال که اکثر جوانها و نسل بعد از انقلاب از شماها میکنن، از نسل ماها میکنن در واقع، که پس چرا شما انقلاب کردین وقتی هیچی براتون روشن نبود؟ بله، ما در حقیقت انقلاب کردیم علیه ظلم و ستمی که در اون حکومت انجام میشد. ما گمان میکردیم که اگر این ظلم و ستم ها برود، بهشت در کشور ایجاد خواهد شد و بخشی از این کار هم حق ما بود. یعنی ما ظلم و ستمی در اون جامعه میدیدیم، تبعیضی میدیدیم. حالا من خودم رو عرض میکنم، من در اون جامعه تبعیض میدیدم، فقر میدیدم، ظلم میدیدم، ستم میدیدم. طبیعی بود که روحیه انقلابی در من ایجاد بشه علیه وضع موجود. اما مسئله آزادی و دموکراسی در اون زمان اون دغدغه اولیه ما نبود. دغدغه ما رفع اون ظلم و تبعیض و ستمی بود که در اونجا حاکم بود. ما به اون دلیل وارد انقلاب شدیم و به اون دلیل انقلاب کردیم که اون ظلم و ستم از جامعه محو بشه. خب حالا انقلاب شد و بالاخره مسئله جمهوری اسلامی مطرح شد. این هم حق با شما، شما پیشتر گفتین که خیلی خود واژه جمهوری اسلامی هم روشن نبود برای خیلیا، کما این که وقتی هم که این مسئله مطرح شد برای نظام آینده، حتی آقای بازرگان پیشنهاد کرد حالا که میخواین اسلامی بذارین، لااقل بذارین جمهوری دموکراتیک اسلامی، که آقای خمینی قبول نکرد. یعنی اون موقع هم که به رأی گذاشته شد و 97% 8% هم مردم بهش رأی دادن، هم خود محتوای جمهوری اسلامی برای بسیاری روشن نبود. ولی از کی بود که شما متوجه شدید که به هر حال اون چیزی که شما دنبالش بودید این نیست و تبدیل از یک انقلابی طرفدار انقلاب که به هر حال به خدمت انقلاب در اومدید، تبدیل شدید به یک مخالف؟
ما قبل از انقلاب مثل شاید همه طلبه ها و اکثر طلبه ها و روحانیون اینجوری اینچنین گمان میکردیم که اگر حکومتی بر مبنای قواعد اسلامی ایجاد بشه ظلم و ستم در جامعه رفع میشه. در همون قبل از انقلاب آیت الله خمینی یک جایی در یک سخنرانیشون میگن که اگر این رادیو تلویزیون رو یکی دو سه ساعتی رادیو رو معذرت میخوام اگر رادیو رو یکی دو سه ساعتی دست ما بدید ما اسلام رو اونچنان به جهان معرفی میکنیم که حتی کشور آلمان خریدار حرفهای ما باشه. خب ما در اون سنین نوجوانی باور میکردیم، حتی بزرگترهای ما هم باور میکردن، ما گمان میکردیم که اگر مطالب اسلام به صورت واقعی به دست مردم رسیده بشه در جامعه عدالت حاکم خواهد شد. اما این گمان ما بعدن دیدیم نه، اشتباهه. یعنی هنگامی که انقلاب شد شاید من اولین جرقه هایی که در ذهنم زد باز مسئله آزادی و دموکراسی نبود که من رو زاویه دار کرد با این انقلاب. اولین جرقه هایی که در ذهن من بود مسئله همون باز ظلم و ستم بود، یعنی همون مشکلی که من با حکومت شاه داشتم برای اولین بار باز با حکومت اسلامی هم ایجاد شد. یعنی دیدم دو مرتبه همون ظلم و ستم داره در جامعه انجام میگیره و این خلاف اون چیزی بود که ما به صورت سنتی در حوزه ها آموخته بودیم. این عرض کنم که من یک خاطری از پدرم عرض کنم. پدر من در کمیته به دعوت مرحوم واعظ طبسی مدت کوتاهی رفتن و بعد اومدن بیرون در اون کمیته اول انقلاب مشهد که خب در حقیقت همه کاره شهر اون کمیته بود. من خیلی دوست داشتم که پدرم در جریان انقلاب باشه در اون کمیته و اینها، و تا مرحوم طبسی آقای موسوی قوچانی که شهید شد بعدا در جبهه ایشون رو یک شب فرستاد در خونه ما و ساعتها با پدرم بحث کرد که پدرم برگرده و بر نگشت. من از پدرم پرسیدم چرا شما ترک کردید؟ مدت کوتاهی بود، ایشون شاید چند هفته بیشتر نبود. ایشون دو نکته رو گفت. گفت یکی اینکه من دیدم یک روزی در کمیته یک نفر رو آوردن و سیلی زدن بهش. گفتم چرا سیلی میزنید به این آقا؟ گفتن این ساواکی حکمش اعدامه و من اعتراض کردم. نکته دوم که پدرم اشاره میکرد این بود که یک روزی دختر و پسری رو گرفتند و آوردند و معذرت میخوام این دختر رو میخواستن بفرستن پزشکی قانونی برای آزمایش و پدرم گفت تو به ما ربطی نداری که ما این دختر رو بفرستیم آزمایش. بعد اونجا پدرم، هرچند پدرم هیچ وقت زاویه پیدا نکرد با انقلاب، ولی اونجا اشاره‌ای که داشت مهم بود که گفت ما انقلاب نکردیم که دو مرتبه سیلی بزنیم به گوش کسی و ما انقلاب نکردیم که دختر مردم رو بفرستیم پزشکی قانونی ببینیم با این پسر چه ارتباطی داره. خب طبیعتاً پدر من در حقیقت پخته بود و این سبب زاویه کامل او نشد. من از همونجا این نگرانی ها در ذهن من ایجاد شد و این ستم هایی که می دیدم اینها اصلا با اون تعلیمات اسلامی که ما دیدیم در حوزه نمی‌سازه. اینجا بود که اولین زاویه های من آغاز شد. اون زمان البته شما مقالات متعددی نوشتید، چون الان دیگه به عنوان یک نواندیش دینی و پژوهشگر دینی هم مطرح هستید علاوه بر اینکه وکیل دادگستری هم هستید، ولی مقالات زیادی در این زمینه ها نوشتید و به خصوص شما تأکید کردید بین دو نظریه‌ای که بعد از انقلاب وجود داشت، یک نظریه آقای خمینی و یک نظریه آقای منتظری. آیا اون زمان آقای منتظری متوجه قضایا بودن و چیزی نظری ابراز کردن در مخالفت با این کارها؟ من در ابتدای انقلاب مشهد بودم، یعنی قبل از انقلاب و سالهای اولیه انقلاب مشهد بودم. در مورد خودم این زاویه طبیعتاً یک شبه ایجاد نشد و شاید گمان میکنم در اکثر افراد اینجوری هستن. این زاویه تدریجی شروع میشه، یعنی اولین بار جرقه های انتقاد در ذهن ایجاد میشه و بعد یواش یواش این زاویه تشدید میشه. در مورد ایشون هم اون زمانی که من به درس مرحوم آیت الله منتظری میرفتم حدودا فکر کنم سال 1364 بود و 65 ایشون هنوز قائم مقام رهبری بودن. از همون زمان در گاهی در مناسبت‌ها اساتید درس خارج گاهی در روز آغاز یا روز پایان یا چند دقیقه بحث روز هم می‌کنند. ایشون در همون زمان‌ها، یعنی چند سال قبل از اینکه از قائم مقامی عزل بشن، اشاراتی می‌کردند که حاکی از همون نگرانی بود که شاید من هم به عنوان یک طلبه نوجوان در اون زمان داشتم، یعنی اون نگرانی و ظلم و ستمی که به مردم می‌شد. من گمان می‌کنم زاویه ایشون هم تدریجی ایجاد شد، یعنی تدریجی ایجاد شد، هم از جهت عملی زاویه ایشون تدریجی ایجاد شد و هم از جهت فکری راجع به اصل ولایت فقیه. ایشون زمان
درس ولایت فقیه رو پرانتزی باز کرده بودند در کتاب زکات، در مورد ولایت فقیه صحبت میکردند. در ابتدا به هر حال نظریاتی داشتند که مؤید نظرات آقای خمینی بود و در نهایت رسیدن به ولی فقیه انتخابی و در نهایت هم رسیدن به اینکه اصلا مردم باید آزاد باشند در انتخاب نوع حکومتشون. حالا جناب فرشتیان، برای سالها بعد از انقلاب مسئولان از دستاوردهای انقلاب صحبت میکردند. حتی آقای خامنه ای میگفت این به هر حال جمهوری اسلامی که ما بعد از انقلاب ساختیم یک الگویی شده برای دیگران و از این صحبت ها، ولی الان 10-15 سال اخیر دیگه صحبت از دستاوردهای انقلاب نمیشه، بلکه بسیاری الان صحبت از صدماتی میشه که به این انقلاب به جامعه ایران زده، به خصوص در بین جامعه شناسان و افرادی که به اصطلاح مسائل جامعه رو بررسی میکنن این خیلی عنوان میشه و اشاره میشه به صدمات مختلفی که زده میشه. به نظر شما بزرگترین و مهمترین صدمه ای که احیانا این انقلاب به جامعه ایران زده چیه؟ من گمان میکنم شاید این صدمه رو بهتر باشه بگم صدمه ای که کج شدن و انحراف مسیر بعد از انقلاب پیش اومد، ولی اصل انقلاب در اون زمان انقلابی بود ضد ظلم و ستم، اما بعدها که این انقلاب به صورتی انحصار بخش هیئت حاکمه بخش روحانیت در اومد و این گروهی که به قدرت رسیدن اینها به گونه مسیر انقلاب رو به سمتی که تمایل داشتن بردن. شاید تعبیر انقلاب هم درست نباشه دیگه، بعد از پیروزی بهمن 22 بهمن 1357 دیگه انقلاب معنی نداشت، یعنی یک حکومتی ایجاد شد. لذا این سوال شاید به این تعبیر باشه، کج شدن مسیر حکومت، یعنی حکومت مسیر رو که انتخاب کرد بعد از 57 گام به گام به جلو اومد، در سال 60 تشدید شد و بعدها بیشتر. این صدماتی که زد من گمان میکنم صدمات متعددی در مسائل مختلفی زد، حالا دیگران که متخصص هستن در اقتصاد حتما میتونن اظهار نظر کنن، اما اون چیزی که به من مربوط میشه با این دو ویژگی رو فقط عرض میکنم که به دو آگاهی من مربوط میشه، یکی مسئله دین و دوم مسئله حقوق. از جهت دینی من گمان میکنم صدمه زیادی به اعتماد و باور مردم زد، یکی روحانیت صدمه ای که با این حکومت اسلامی با این حکومت جمهوری اسلامی خورد در طول تاریخ نخورد، یعنی هیچگاه روحانیت مثل امروز این چنین مورد صدمه واقع قرار داده نشد، روحانیت اعتبار خودش رو به گونه از دست داد. البته من همچنان خودم رو جزو این صنف میدونم و همچنان به این صنف وفادار هستم، اما گمان میکنم اون بخش اقلیتی از این صنف که در رأس قدرت قرار گرفتن ضربه ای زدن که این ضربه به تمام بدنه روحانیت خورد، حتی روحانیت غیر سیاسی، اونها ضربه خوردن که سالها باید بگذره تا برگردن به جایگاهی که روحانیت و حوزه های علمیه در سال 56 و 57 داشت. این و در جهت حقوق هم باز ما باز از جهت سیستم حقوقی ضربه خوردیم که سیستم حقوقی ما بسیار وضعش بدتر از اون سیستمی بوده که در زمان شاه بوده. در زمان شاه قاضیانی بودند که همچنان عدالت گستری میکردند، یعنی علارغم فشاری بود علارغم حکومت استبدادی، ولی قاضیان اینجور نبود که قضات اون زمان همه گوش به فرمان حکومت شاه باشند. لذا میبینید که بحث های پرونده های سیاسی به دادرسی ارتش سپرده میشد که خب در ارتش فرمان میآید، اما قوه قضاییه اون زمان قوه‌ای بود که حاضر نبود فرمان بپذیرد. حالا باز آیت الله خمینی اون زمان اشاره میکرد که حتی ذهن ایشون هم بسیط بود، یعنی ایشون اشاره میکردن به همین قوه قضاییه، میگفتن که شما چرا یک نفر رو به خاطر 10 گرم هروئین اعدام میکنید و عرض کنم که مخالفین که ما مجازات اسلامی مثل شلاق ایجاد کنیم، و اشاره میکردن به دادرسی که این چه وضع دادرسی است، دادگستری ها مردم باید معطل بشن. در زمان صدر اسلام قاضی شهر با 2-3 نفر کار رو با یک قلم دوات کار رو انجام میداد. این مطالبی است که ازشون منتشر شده و صحبت کرده شد. خب این چنین انتظاری که در ذهن ما بود آیا این انتظار ایجاد شد؟ این دادگستری که امروز هست به مراتب از اون دادگستری زمان شاه از همه جهت میشه گفت عقب مانده تر است و با همین تجربه 40 سال
تغییراتی که در دادگستری شد، به نظر من این صدمه رو من در این دو بخش با توجه به آگاهی خودم و اجمالاً شناختی که نسبت به این دو حوزه دارم عرض میکنم، هم حوزه دین و هم حوزه حقوق. حالا با این وضع به عنوان سوال آخر آقای فرشتیان، شما فکر میکنین یعنی چه امیدی به تغییر برای بهبود در جامعه ایران هست؟ عرض کنم که انسان زنده است به امید و به همین دلیل من همیشه تلاش میکنم که امیدواری خود رو نگه دارم. خوشبختانه سوهایی از امید در این جامعه حاکم است. ما امروز با نسلی مواجه هستیم که آگاهیشون بسیار بیشتر از نسل ماست. یعنی ما نسل ما شاید به دلیل عدم رسانه‌های جمعی آگاهی‌های ما اندک بود، باور می‌کردیم. این نسل این مزیت رو داره که به دلیل دسترسی به رسانه‌ها، این نسل از آگاهی بیشتری برخورداره. و دومین ویژگی که این نسل نسبت به نسل ما داره اینه که ما تجربه این مسائل رو نداشتیم. یعنی ما گمان می‌کردیم همچنان که می‌گویند مثلا اگر یک حکم اسلامی ایجاد بشود دیگر در جامعه فردا سرقت انجام نمیگیرد. این گمان ما بود در اون زمان، اما این نسل این تجربه 4 دهه رو پشت سر خودش داره. لذا به نظر من این نسل آگاهانه تر میتواند جلو بره و با توجه به سطح تحصیلات مردم ایران، یعنی ما باید تفکیک قائل بشیم بین حکومتی و حاکمانی که امروز بر این جامعه حاکمان و بین قاطبه مردم ایران، سطح تحصیلات قاطبه مردم ایران و سطح آگاهی اونها و سطح شعور اونها کاملا پیشرفته تر شده است، هرچند سطح آگاهی و کاربردی و توانایی حکومت بسیار پس رفته است. اما اون بخش مردم به نظر من جای امیدواری رو برای ما نگه می‌داره در مورد نسل جدید که اینها آگاهانه تر از ما و با تجربه بیشتر از ما، یعنی اینها تجربه ما رو هم با خود هم می‌کنند. بسیار متشکرم حضرت الاسلام حسن فرشتیان از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما.